شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم با شما توضیح بدم که چرا این 15 ماده غذایی رو نباید در یخچال نگهداری کنید. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. مورد اول، موز. بنا به گفته سازمان کانادایی تولید و بازاریابی، موز یکی از مواد غذایی مفید برای بدن است که باید خارج از یخچال نگهداری شود تا با درجه حرارت اتاق به تدریج برسد. مورد دوم، سیب زمینی. اتحادیه سیب زمینی کانادا میگوید که سیب زمینی را باید در جای خنک، خشک و تاریک نگهداری کرد و در یخچال نشسته آن خیلی زود به قند تبدیل می شود. آنها میگویند که سیب زمینی را در کیسه پلاستیکی نگهداری نکنید، بلکه در یک قوطی مقوایی که به خوبی در جریان هوا باشد بگذارید. مورد سوم، پیاز. بر اساس گفته انجمن پیاز آمریکا، این سبزی در صورت نگهداری در یخچال خراب می شود و باید آن را در خارج از یخچال و در معرض جریان هوا نگهداری کنید. اما اگر پوست آن را می کنید، در داخل یک ظرف در یخچال بگذارید. مورد چهارم، آووکادو. آووکادو را نیز باید خارج از یخچال نگهداری کنید، زیرا هوای سرد مانع از رسیدن آن می شود. مورد پنجم، سیر. گذاشتن سیر در یخچال به خرابی و فاسد شدن آن می انجامد. در یخچال ظاهر آن تغییر نمی کند، اما وقتی آن را می برید متوجه می شوید که فاسد شده است. مورد ششم، نان. نان در یخچال رطوبت خود را از دست می دهد و جویدن آن مشکل می شود، پس بهتر است که در خارج از یخچال نگهداری شود. مورد هفتم، قهوه. قهوه دانه و پودر را نیز نمی توانید در یخچال نگهداری کنید. آنها به جای خنک، تاریک و خشک نیاز دارند. اما اگر می خواهید برای مدت طولانی قهوه را نگهداری کنید، در یک کیسه بدون هوا بریزید و در فریزر بگذارید. در این صورت برای یک ماه می توانید ذخیره کنید. مورد هشتم، گوجه فرنگی. در یخچال مزه گوجه فرنگی خراب می شود و سرمای یخچال مانع از رسیدن و خوشمزگی آن می شود. هارولد مک‌جوز در کتاب آشپزی خود توصیه می کند گوجه فرنگی را در یک سبد در آشپزخانه نگهداری کنید. مورد نهم، عسل. عسل در یک ظرف دربسته برای همیشه تازه می ماند. به همین دلیل نگهداری آن در یخچال کار بیهوده است. به علاوه نگهداری آن در یخچال باعث شکرک زدن آن می شود که خوردن آن را مشکل می کند. مورد دهم، هندوانه. هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در درجه حرارت اتاق آنتی اکسیدان های آن حفظ می شوند. به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، در یخچال ماده بتا کاروتن که در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود از بین می رود. به همین دلیل در یخچال نباید نگهداری کرد، مگر آنکه بریده شده باشد که در این صورت باید آن را بپوشانید. مورد یازدهم، کدوی حلوایی. کدو حلوایی را نیز نباید در یخچال، بلکه باید در جای خشک و تاریک و در جریان هوا قرار داد. مورد دوازدهم، روغن زیتون. روغن زیتون در یخچال تند می شود و بهتر است آن را در جای خنک و تاریک نگهداری کنید. مورد دوازدهم، ریحان. ریحان در یخچال بوی خود را از دست می دهد و بوی مواد غذای دیگر را می گیرد. بهترین شکل نگهداری آن در آشپزخانه و داخل یک لیوان آب است. مارتا استوارت، آشپز معروف، برای نگهداری طولانی مدت ریحان توصیه می کند که آن را فریز کنید. مورد چهاردهم، میوه های هسته دار. میوه های هسته دار مانند کیوی، زردآلو، انبه، آلو، هلورا، مانند گوجه فرنگی در صورت نگهداری در یخچال کال میمانند و مواد غذایی آنها از بین میرود. و مورد آخر، کره بادام زمینی. کره بادام زمینی در صورت نگهداری در یخچال و در ظرف در باز رطوبت خود را از دست میدهد و سفت میشود. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.